ظرفیت اشتغال اقتصاد ایران عقب‌تر از ظرفیت‌های دانشگاهی است. این نکته را مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود در خصوص ترکیب و کیفیت بیکاری اعلام کرده است. همین نکته در بردارنده این واقعیت است که جمعیت بیکاران ایران جمعیتی کیفی هستند که حتی تحصیلات عالی نیز نتوانسته است به بهبود وضعیت زندگی آنها کمک کند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. آیا می دانستید بیش از 40% جمعیت بیکار را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند؟ این در حالی است که سهم تحصیل کردگان از آمار اشتغال کمتر از 27% است. نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال 1401 بیش از 938,000 دانش آموخته دانشگاهی در ایران به رغم آمادگی برای کار و فعالیت اقتصادی بیکار بودند. در این میان اوضاع اشتغال زنان تحصیل کرده به مراتب بدتر از مردان است، چون که نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده حدود 22% و برای مردان کمتر از 9% است. برخورداری از تحصیلات عالی به خصوص برای زنان یک فرصت برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی است، اما در ایران انباشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کار را به جایی رسانده که سهم زنان تحصیل کرده از کل بیکاری زنان بیش از 70% است. به عبارتی از هر 10 زن بیکار یکی به رغم تحصیلات عالی موفق به پیدا کردن شغل نشده است. عمده دلیل این مسئله را با نگاهی به وضعیت نامناسب مهارت فارغ التحصیلان میتوان جستجو کرد. مهرداد عظیمی رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای ایران به تازگی در گفتگوی اعلام کرد که کمتر از 1% بودجه آموزشی کشور به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص دارد. این در حالی است که به گفته او آموزش‌های مهارتی یکی از پرهزینه‌ترین نوع آموزش هاست. علی اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیز در این باره گفت آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار نیست. آموزش ها باید به گونه ای باشد که فرد بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شد بتواند به بازار کار وارد شده و خود را برای تحولی در تولید و کسب درآمد آماده کند. معمولا افرادی که مهارت کافی و خوب دارند بیکار نمی مانند. با توجه به مشکلات عدیده در حوزه اشتغال و همچنین وجود نیروهای کار فراوان و آموزش ندیده و البته فارغ التحصیل دانشگاهی، نیاز جدی ایران به بحث آموزش‌های تخصصی که منجر به ایجاد شغل شود از مهمترین مسائل است. مطابق آمار سازمان فنی و حرفه‌ای تقریباً 50% مهارت آموزان جذب بازار کار می‌شوند که این مسئله نکته قابل توجهی برای اشتغال آفرینی فارغ التحصیلان است. از شمار شاغلان ایرانی 1,284,000 نفر اشتغال ناقص دارند که سهم آنها 6.9% از بازار کار ایران در شهر هاست. در روستاها نیز 659,000 نفر درگیر اشتغال ناقص هستند که آمارهای قابل توجهی است. نکته نگران کننده دیگر این است که نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 24 سال برابر با 20% و نرخ بیکاری 18 ساله تا 35 ساله ها 15% است. بیکاری چه این که به خاطر فراهم نبودن زمینه کار باشد و یا به خاطر عدم تلاش خود فرد، در هر دو صورت باعث می شود که فرد مورد سرزنش اطرافیان به خصوص خانواده قرار گیرد و یا حداقل اطرافیان توجه لازم را نسبت به فرد بیکار نداشته باشند. در این صورت فرد احساس بی ارزشی می کند. دومین پیامد بیکاری فقر و تنگ دستی و محرومیت از رفاه و آسایش مادی است. بیکاری باعث می شود که فرد و خانواده از امکانات مورد نیاز و رفاه و آسایش زندگی محروم گردد. این مسئله به مرور زمان آرامش روانی خانواده را متزلزل نموده و چه بسا باعث محرومیت فرزندان از تحصیل و دیگر مزایای زندگی اجتماعی می شود. علی اکبری، اخبار شیعه.
عباس معینی، فعال سیاسی و مدنی از تهران با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان محترمتون، خدمتتون هستم. به نظر شما دلایل آمار بالای بیکاری در میان افراد فارغ التحصیل در ایران چه چیزهایی می باشد؟ عرضم به حضورتون که دلایل مختلف داره. یکی از دلایلی که گزارشتون ذکر بودید، خب میدونه عدم آموزش‌های فنی و تجربی در دوران تحصیل عالیه باشه، در دوران تحصیلات دانشگاهی. خب در اکثر نقاط دنیا هم همینطور هستش که آموزش‌های تجربی و عملی خیلی بالایی نداره. طبیعتاً بعد از دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای کنار تحصیلات دانشگاهی میتونه که منجر به یک مجموعه کامل و کارآمد بشه که بشه یک تحصیلات تکمیلی برای جذب بازار کار. اما نکته اصلی که وجود داره تفاوت فاحشی که هست بین سطح درآمدها و دستمزدها با سطح هزینه های زندگی. ببینید الان من خودم به عنوان کسی که توی بخش خصوصی فعال هستش، صد تا روی کار فکر میکنم توی یکی دو ماه آینده بایستی جذب بکنم، اما نیرویی که بهش نیاز دارم با سطح درآمدی من خیلی فاصله داره. من اگر بخوام سطح حقوقهایی که تعیین شده رو به این افراد بدم، یک فرد بعد از اینکه تحصیلات دانشگاهیش رو تموم کنه، الان برای کارشناسی ارشد حدود برای آزادسازی مدرک حدود 160 میلیون تومان باید پرداخت کنه تا مدرک آزادسازی بشه. ضمن اینکه با پایه حقوقهایی الان تعیین شده، اگر بخوایم این پایه حقوق ها رو بدیم، زندگی فرد تأمین نمیشه. این نیست که کار در ایران نباشه، در کار هست، زمینه کار وجود داره، اما زمینه های کارآفرینی و جذب نیروی کار وجود نداره. من سطح درآمدم و امکانات تسهیلاتی که باید برای من وجود داشته باشه که بتوانم سر تا نیروی کار رو جذب بکنم و با حقوق‌های مختلف بتونه زندگی اونها رو تأمین کنه، اونها رو به اصطلاح شارژ بکنم، این امکانه وجود نداره. تفاوت این هست، اگر بخوایم حقوق‌ها رو بالا ببریم، اشتغال کلن و کسب و کار میخوابه. خیلی از کارخونه ها الان اگر بخوان سطح دستمزدها رو برن بالا، خودشون دیگه از درآمدزایی و از سوددهی میفتن و حتی زیانده میشن. و برعکس اگر سطح دستمزدها رو نخواهیم بالا ببریم و توی همین سطح باشه، با تورمی که وجود داره، با گرانی که وجود داره، دیگه نیروی کار وقتی بهش پیشنهاد کار میدی با 7 میلیون تومان حقوق، خب طبیعتاً این اصلا هزینه های ترددش، هزینه های خوراکش هم تأمین نمیشه. وای به حال اینکه بخواد اجاره خونه ای بده. به همین دلیل ازدواج کمتر شده چون امکان خونه گرفتن نیست، اشتغال کمتر شده. این نرخ بیکاری که میبینید نرخ بیکاری هستش که خود فرد با این حقوق ها تمایل نداره کار بکنه و در این حال حقوقهای بیشتر صاحبان کار، صاحبان مشاغل و عرف امکان اینکه با حقوقهای بیشتری بتونن این افراد رو جذب بکنه وجود نداره برای. بله جناب معینی،
جناب معینی، چرا بازار کار ایران امکان جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی را نداره؟ به تعبیر دیگه چرا فارغ التحصیلان در هنگام تحصیل مهارت یا شغلی را یاد نمیگیرن؟ عرض کردم دو بخشه. این امکان جذب رو نداره بازار کار، عرض کردم بیشترش اقتصادیه، یعنی آموزش که مشکل نداره. شما یک نیروی دانشگاهی رو وقتی 3 ماه آموزش تخصصی و حرفه‌ای و تجربه کار رو بهش بدی، بهترین نیرو برای کاره. اما عرض کردم یک تفاوت سطح تأمین حقوق و تأمین زندگی فرد هست. با بازار کار ایران امکان دادن حقوق‌های بیشتر رو نداره بخش خصوصی، چون نمیتونه زیان بده. بخش دولتی اگر داره حقوق بیشتری میده، به خاطر اینه که از بودجه عمومی داره استفاده میکنه. اما بخش خصوصی امکان دادن بیشتر از این حقوق ها رو نداره و این حقوق های تعیینی، حقوق های بین رنج 7 میلیون تا 10 میلیون تومان، تامین کننده زندگی فرد دفته 4 سال، 5 سال، 6 سال این مدرک کارشناسی گرفته اومده جذب بازار کار شه، این هزینه های خودش رو هم نمیتونه با این حقوق پوشش بده. بنابراین ترجیح میده بیکاره و دنبال یک کار بهتر بگرده که خب این علتشه. اما اینکه آموزش های تخصصی که برای آموزش های حرفی ضمن تحصیلات عالیه و تکمیلی داد نمیشه، این هستش که سیاست دانشگاه و هزینه های دانشگاه هم متاسفانه و بودجه این امکان رو فراهم نمی کنه که بتونه آموزش ضمن تحصیلات آکادمیک آموزش های تجربی رو هم داشته باشه. اما این علت اصلی نیست. علت اصلی عرض کردم سطح درآمد و سود مشاغل هست که این با سطح پایینی که وجود داره و حداقل ها و چنگ و دندان دارن صاحبان کارخانه ها، صنایع، صاحبان حرف، مشاغل، فروشگاه ها، بخش های تجاری، اینها با چنگ و دندان دارن امروز شغل و به اصطلاح کسب و کارشون رو افتخار میکنن و امکان دادن حقوقی بیش از این رو ندارن. در این حال واقعیت رو اگر بخوایم ببینیم، این حقوق و دستمزد حقوق و دستمزدی نیست که بتونه یک فرد رو زندگیش رو تامین بکنه که این فرد با انگیزه و علاقه سر کار. بله، برای بینندگان ما بفرمایید که به نظر شما چه راهکارهای مناسبی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در ایران به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود داره؟ ببینید، من اصلا فارغ التحصیلان دانشگاهی رو از بقیه اقشار جدا نمیدونم. بیکاری و رفع بیکاری و ایجاد اشتغال یک مؤلفه های کلانی داره که ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و مهار تورم، اینها تا اتفاق نیفته شما کسب و کار پایدار و اشتغال پایدار نمیتونید تو هیچ اقتصادی ایجاد بکنید. اینکه ما بخوایم مثلا 100,000 شغل ایجاد کردیم یا 1,000,000 شغل ایجاد کردیم در حالی تورم تکلیف روشنی نداشته باشه، به اصطلاح ما امنیت سرمایه گذاری رو نداشته باشیم، تسهیلات و امکانات برای صاحبان مشاغل، صاحبان صنایع، صاحبان صنعت و بازرگانی اینها به طور ثابت وجود نداشته باشه، هیچ وقت نه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نه برای بیکارهایی که تحصیلات دانشگاهی ندارن، برای اونها هم نمیشه اشتغال پایدار ایجاد کرد. حتما باید مهار تورم اتفاق بیفته، تسهیلات مناسب برای کسب و کارها ایجاد بشه و در این حال امنیت سرمایه‌گذاری. ببینید، این که عرض میکنم حتی
مهار تورم، اگر من به عنوان یک صاحب کسب و کار بدانم که ما مرتبا سالی 40% تورم داریم، باز هم میتوانم برنامه ریزی کنم، جذب نیرو کنم، کسب و کارم رو توی مسیر و مداری قرار بدم که بتوانم این رو اداره کنم. اما وقتی که در یک سال ما 25% تورم داریم، در یک سال با یک به اصطلاح خبر یا یک اعلام یهو تورم میشه 45%، یهو با یک اتفاق و یک به اصطلاح برنامه دیده نشده و یک موضوع پیش بینی نشده یهو 70% تورم میخوره در یک سال، خب طبیعتاً کسب و کار نمیتونه پایدار باشه. ممنونم و همه از شما. بله ممنونم از شما. عباس معینی فعال سیاسی و مدنی از تهران با ما همراه بودند.